عرض کنم که بله، عرض کردم منظور آقای برنز از نظر من اینه که ایران علی‌رغم تمام فشارهایی که در طول دههای متوالی 45 ساله و 20 ساله به طور خیلی مشخصتر و مستقیمتر تحمل کرده و حداقل اون چیزی که دیگه میتونسته باشه، یعنی از نظر ایالات متحده و بیشترین فشار به اندازه است که اندازه حد از حد اکثر خیلی از رقبای منطقه ایش لاقل کمتر و کوچکتر نیست المان های قدرتش، بنابراین غیر قابل بایپس کردن یا غیر قابل دور زدن یا از روش رد شدن، یعنی نمیشه کوچیکش کرد اونقدر، نمیشه دورش زد، بنابراین بعد این هر راهی که ایالات متحده میخواد برای خاورمیانه در پیش بگیره یک پاش ایرانه، چه بخواد حضورش رو تغییر شکل بده و چه بخواد حضورش رو کم رنگ بکنه بره از منطقه یا هر شکل دیگه ای، با هر روشی که راه میره خودش رو در موضوعی درگیر مسئله ایران با ایران میدونه که باید به هر حال باش مواجه بشه. آقای دکتر کریمی، زمان 2015 زمان برجام هم آمریکایی‌ها به همین جنبندی کم و بیش رسیده بودند در دولت اوباما، ما راهی نداریم جز این که با ایران کار بکنیم. بله. و حتی قبل‌تر از برجام، یعنی زمانی که در سال 2003 در مارس 2003 آمریکا حمله کرد به عراق و بعد آقای برمر رو به عنوان حاکم نظامی گذاشت، بعد اون جنگ‌های نامنظم و بمب‌های کنار جاده‌ای و گروه‌های شبه نظامی که خیلی‌هاشون آباء همین گروه‌های شبه نظامی موسوم به جبهه مقاومت اسلامی عراق هستن، یعنی مثلا گروه نجبا، کتایب حزب الله، کتایب امام حسین، کتایب امام علی، اینها رو که تبار تاریخشون رو به عقب میریم به دهه 2000 میرسیم و در واقع مقاومت در مقابل اشغال عراق توسط آمریکا صرفاً توسط اهل سنت و در واقع جریان‌های بعثی یا مقاومت عشیره‌های اهل سنت در الانبار و رمادی و اینها نبوده. شیعیان تا حدی که جیش المهدی خاطرتون هست در حرم امام علی در واقع سنگر گرفت مقابل آمریکایی‌ها. زمانی که آمریکا خواست بعد از اینکه بوش رفت و اوباما با شعار تغییر آمد به این جنبندی رسید که خب از عراق باید خارج بشیم، یکی از وعده های انتخاباتی آقای اوباما بود در سال 2008. عرض کنم خدمت شما که نوامبر 2007 و 2008 وارد کاخ سفید شد، بله ژانویه 2008. آقای پتراوس در خاطراتش میگه که ایرانی ها زمینه خروج امن ما رو از عراق فراهم کردن که بدون هیچ مشکلی ما بتونیم در سال 2011 از عراق خارج بشیم و صراحتا مشخصا هم از ژنرال قاسم سلیمانی یاد میکنه در فراهم کردن امکان خروج امن آمریکایی ها و کم بیش از همون موقع داشتیم این که باید با ایران به هر حال یک تعاملی داشته باشیم. منتهی شد به برجام. آقای برد به این معنا حرف جدیدی نمیزنه، اینکه ایران رو باید ببینیم، ایران به هر حال بزرگترین قدرت خاورمیانه هست، بازیگر به صورت بالقوه هژمون خاورمیانه محسوب میشه، ثبات در خاورمیانه از رهگذر هژمونی ایران میگذره. حالا من این ادبیات خودم هست اکستریم تر دارم میگم نسبت به اون چیزی که آقای برنز گفته، ولی خب منتهی به حل و فصل بنیادی و مسائل نشد بین ایران و آمریکا. چقدر میشه واقعا امیدوار بود که یک قدم خیلی بنیادین مؤثر، به هر حال نمیشه که بیش از 40 سال که ما رابطه نداریم، حتی شوروی آمریکا اینطوری نبود. به هر حال آقای استالین وقتی فوت کرد، نیکیتا خروشچف وقتی به قدرت رسید، تز همزیستی مسالمت‌آمیز رو با آمریکایی مطرح کرد که خب ابرقدرت دشمنش بود. ما امیدی هست به نظر شما که یک همزیستی دست کم به یک همزیستی مسالمت‌آمیز توأم با داشتن رابطه دیپلماتیک برسیم، یعنی که سفیری داشته باشیم در واشنگتن؟
خیلی برای این حرف زوده، ولی اون چیزی که از ابتدای صحبت شما شروع کنم، به نظر میرسه امروز تو معادلات بین المللی جنگیدن و ابتنای بر جنگ یا شروع کردن جنگ خاصیت قبلی خودش رو از دست داده برای تفوق بر معادلات. بنابراین شما اگه نگاه کنید دهه هاست در معادلات بین المللی شروع کننده های جنگ به اون چیزی که اهداف اعلامی خودشون اعلام کرده بودن و دونسته بودن نرسید. خب ایالات متحده در یک نقطه ای با فاصله گرفتن از فروپاشی اتحاد شوروی تا یه موقعی در یک توهم تک قطبی بود، البته که بعضی هم میگن مومنت لحظه تک قطبی، ولی بیشتر به نظر میاد توهم تک قطبی بود، ولی از یه جایی به بعد به نظر میاد نیروهای در ایالات متحده به این نتیجه رسیدن که نظم بین المللی دیگه نظم قطبیده الزامن نیست و نمیشود جهان رو به اون شکلی که فوکویاما میگفت در واقع در انتظار پایان تاریخ پایان تاریخ. بنابراین من این ترنینگ پوینت رو البته گزارش بیکر همیلتون میدونم، فکر میکنم 2004 بوده اگه اشتباه نکنم، که در مورد جنگ عراق و همونطور که فرمودید نتیجه گیری از جنگ عراق رو در واقع میبینن که اشتباه کردن. خب این یک روی کردی که زمین ساز چند تا چیز میشه: تغییر رفتار در ابعادی، در نحوه مخاصمه و نحوه پیش بردن مقابله، و به خصوص تغییر در واقع روی کرد به سمت اعمال تحریم به جای حملات. خب البته اینم تا جایی پیش رفت و بعد به این نتیجه رسیدن که همون ها هم دیگه بی اثره و شروع کردن به تغییر دادن سیاستشون در مورد ایران. البته آقای اوباما یک توان اجماع سازی داشت که اون رو قبل از اینکه بخواد تغییری در سیاست خارجیش بده علیه ایران استفاده کرد، برای اینکه بتونه همگان رو از جمله بیش از همه اروپایی ها و حتی چین و روسیه رو با خودش همراه بکنه در موضوع تحریم ایران، و خب این توانمندی ایشون بود. و بعدن البته آقای ترامپ بعد از آقای اوباما کاملا متفاوت بود، یعنی اون توان اجماع سازی رو اصلا نداشت و کاملا آمریکا رو در یک انزوا قرار داد عمل کردش، ولی در این حال آن چیزی رو هم که به حال نتیجه این فشارها بود که غیر مثمر به نظر می رسید و تغییر رفتار لاغر روشی آقای اوباما بود رو باز فرو ریخت و از برجام وارد شد. البته برجام کارکرد خودش رو حفظ کرد به لحاظ در واقع ضد امنیتی سازی کردن پروژه هسته ایران و کل ایران، ولی به هر حال این معضلی به نام آقای ترامپ که این وسط افتاد باعث شد که تلاش ها در راستایی که شما فرمودید در واقع بی اثر بشه و ناکام فونسا بشه و ناکام بشه، برگرده به دوباره موضع آمریکایی ها رو برگردونه به دوران قبلش، و حتی دست آقای بایدن هم در واقع وقتی به کار رسید دیگه اون ماجرا بر نگشت به زمان آقای اوباما و به انتهای زمان آقای اوباما و به برجام و غیره. خب این البته آقای برنز به نظرم نگاهی در این مقاله غیر از کارگزاری دارن، بیشتر نگاه یک استراتژیست رو من درش میبینم نه نگاه کارگزاری. البته حالا سمتی که دارن یه مقداری اقتضا میکنه اصولا، ولی این یک نگاه استراتژیکه که این روی کرد ما حالا هر گونه فشار از جمله فشارهای سنتی، فشارهای تحریمی، فشارهای از جنس تهدیدهای زمان ترامپ و هر شکل دیگه ای فقط ایران رو در واقع مصممتر کرده و ما با مشکلات بیشتری مواجه شدیم، ولی اون چیزی که میتونه منافع در واقع ایالات متحده رو از این که بهش آسیب وارد بشه کنار بذاره اینه که ما قدرت یک قدرت منطقه‌ای به نام ایران رو به رسمیت بشناسیم. آقای بنز رو از این جهت به این شکل میخونم مقاله‌اش. آقای دکتر، و سوال پایانی رو از شما بپرسم. چشمانداز رابطه ایران و آمریکا رو
در سایه انتخابات 2024 آمریکا نوامبر 2024 نوامبر امسال و احتمال بسیار نقوی اقوایی که الان برای بازگشت و پیروزی آقای یعنی بازگشتش بعد از نیوهمشایر تقریبا مسجل هست بعد از اینکه آقای دسانتز به نفع آقای ترامپ کنار کشید، هرچند خانم نیکی هیلی هنوز کنار نکشته ولی خب ایشون هم بله برای گرم کردن تنور هم میتونه باشه. بله ولی دیگه نیوهمشایر تقریبا مشخص کرد که آقای ترامپ کاندیدای حزب جمهوری خواهد بود و به هر حال ما یک رقابت دیگر رو بین بایدن و ترامپ شاهد خواهیم بود، چون بایدن هم گفته بود در صورت که ترامپ بیاید من هم خواهم آمد قطع یقین. بله. برای دور دوم انتخابات دومین در واقع مساف بین بایدن و ترامپ رو به نظر میرسه شاهد خواهیم بود و احتمال پیروزی آقای ترامپ هم کم نیست، بسیار زیاد هست، حتی مگر اینکه بایدن یک معجزه ای رو بتونه مثل انتخابات میان دوره 2022 تکرار بکنه با برجسته کردن ادبیات دموکراسی فاشیسم، ارزش‌های دموکراتیکی که خودش و حزب دموکرات حامل اون هست و فاشیسمی که حزب جمهوری خواه رو در واقع حامل اون میبینه، هویتی کردن سیاست، برجسته کردن بحث ابورژن، سخت حق سخت جنین، حق زنان بر بدنشون و اینکه جمهوری خواهان به هر حال در ایالتهایی که در اون حاکم هستند و همینطور رأی دیوان عالی ناقض این حق بوده، دیوان عالی که به هر حال سه نفرش رو آقای ترامپ منصوب کرد از در واقع ترکیب 6-3 که به نفع قضات محافظه کار هست، سه نفرش حاصل انتصاب آقای ترامپ هست. اگر معجزه‌ای مثل 2022 رخ نده به نظر میرسه که آقای ترامپ کار راحت تری در پیش خواهد داشت آقای بایدن. زید این تحولات 2023 فکر میکنید ایران و آمریکا دوباره برمیگردن به اون نقطه 2018-2017 یا اینکه نه ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش، البته این پرسش با فرض پیروزی ترامپ است، ترامپ در دور دوم افکار دیگری میتونه از خودش بروز بده؟ به هر حال خیلی جاها محافظه کاران با هم راحت تر کنار میان، یعنی محافظه کاران آمریکا با محافظه کاران ایران شاید راحت تر بتونن کنار بیان. حالا از جهت آقای ترامپ، حالا ایشون میتونه نوع دیگری به نظرم سیاست رو بچینه، تجربه دفعه پیشو داره که کارایی کرد موثر نیفتاده، تا آخرین روزم هیچ اتفاق مثبتی باعث نشد بیفته براش از جانب ایران، یعنی تمام اون چیزی که اعلام کردم که ما فشار میاریم که یه اتفاق بیفته، حالا چه منفی سلبی چه ایجابی، که ایران بیاد پای میز مذاکره، این محقق نشد. بنابراین عقل حکم میکنه اگه داشته باشه ایشون، که به اصطلاح به نظرم داره، البته عقل حداقلی محاسبه‌گر داره که بیزنسمن است و غیره، و خب این رقابت هم که میبره نشون میده بالاخره یه محاسبه میتونه بکنه، خردی پشت بله دیگه، بالاخره یه استعدادی داره که میتونه محاسبه کنه. ولی اگر بخواد به برد خودش در صحنه سیاست خارجی آمریکا و در منطقه خاورمیانه بخواد مطمئن بشه و دامن بزنه، به نظرم باید حرفی که آقای برن زده رو هوا بقاپه. بنابراین این از طرف آقای ترامپ، یعنی آقای ترامپ اگه باهوش باشه به جای اینکه به حرفای امثال نیکی هیلی و آقای پومپئو و دیگر رو گوش بده، بولتون و غیره گوش بده، باید واقعا به حرف آقای برنز گوش بده و بدونه که با کی باید در این منطقه تعامل کنه. منتها خب برای ایران هم البته این بدیهی نیست که با آقای ترامپ بخواد، حتی در صورت تغییر رفتار آقای ترامپ بخواد تعامل کنه، به دلایل مختلف از جمله موضوعی که موضوع شهادت سردار سلیمانی و غیره، ترور ایشون. خب این یه مقدار در واقع به لحاظ ارزشی و معیارهایی که دارن ممکن دشوار باشه برای سیاست‌گذاران ایران که بخوان مثلا چجوری باید این رو فرموله بکنن.
سیاست اصولی ایران اینه که اصولا در صورتی که رفتار آمریکا تغییر بکنه، ما تغییر در مناسبات رو به همون میزان پیش خواهیم گرفت. این سیاست اصولی چند ده ساله ایران. ممکن از این رهگذر بشه محاسبه کرد، ولی کار ایران دشواره از جهت اینکه بتونه در واقع حس بزنه که آقای ترامپ میخواد چیکار بکنه، و به جز مقاومت و موضوعاتی که تجربه کرده بخواد ممکنه که پلن‌های متنوعی رو برای خودش طراحی بکنه. این البته کار میگم آسونی نیست، ولی ممکنه و سیاست مداران و سیاست گذاران ایرانی به عنوان اون چیزی که با حال براشون مفروض هست و حتی دانشجوهای سیاستی مثل ما میتونن به عنوان مشق شب بتونن اینا رو طراحی بکنن روی کاغذ به عنوان در واقع پالیسی پیپر های خود نوشتی که در کلاس ها مرسوم هست، که آدم بتونه تصور کنه که چه کارهایی میشه کرد. ایران این فرصت رو داره از الان که بتونه برای برد هر کدوم از نامزدها چند تا سناریو رو پیش بینی بکنه که اونا چه کار خواهند کرد، و برای هر کدوم از اون کاری که اونا ممکنه بخوان در مورد ایران پیش بگیرن سیاست‌های متنوعی رو بخواد طراحی بکنه و در واقع مد نظر قرار بده. ایران زمان کافی رو برای این موضوع داره. به نظر بهترین کاری که میتونه بکنه این سناریو سازی هست در یک فضای بین‌المللی نخبگانی البته و الزاماً سیاست مدارانه، ولی از طرف آقای ترامپ اون هم غیر قابل پیش بینیه. خودش افتخار میکنه به اینکه سیاست مدار غیر قابل پیش بینیه، و همین که البته من فکر میکنم که در سیاست به قولی که میگن هیچ اتفاقی دوبار نمیفته، بنابراین باید منتظر این بود که ببینیم که ایشون سیاست واقعیش چی هست، که همون که در دوره 4 ساله ریاست جمهوری اولش هم ایشون دو تا رول کرد داشت دیگه. یعنی وقتی شما آقای تیلرسون رو میذاری و مکمستر رو دیگرانو یه جور بود، و وقتی که بولتون و پومپئو و اینا رو نصب میکنی یک رویکرد دومی بود. بنابراین ممکنه که حتی رویکرد اول دوم یا حتی سومی رو این اتخاذ بکنه. ما باید بتونیم که این رو در حوزه نخبگانی در ایران بپرورونیم، به هر کدوم از آقای بایدن و آقای ترامپ هر کدوم با چندین رویکرد ممکنه بخوان به ما اپروچ بکنن، و ما برای هر کدوم باید چندین لااقل سه گزینه طراحی کنیم. بسیار خب، متشکرم از شما جناب دکتر زنده باشی. ساسان کریمی، استاد دانشکده مطالعات جهان در تهران، و همینطور از بینندگان محترمی که در یک ساعت اخیر با ما همراه بودید تا کوچه پس کوچه های مسائل استراتژیک در خاورمیانه و رابطه ایران و آمریکا رو بررسی بکنیم با شما. تا برآمدن آفتاب و تابش هم بر فلات ایران، بدرود.